تاریخ نمی آفریند بلکه کشف می کند. تاریخ از طریق موقعیت های بی سابقه هر آنچه در انسان هست و از دیر زمان وجود داشته از آنها پرده بر می دارد. دوباره سلام مجدد، انشاءالله که جور ساعتمند باشین. صبح تک تک شما بخیر و خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های گلبانگ و مخصوصا بخش همروز که من عظیم امیرزاد در خدمت حضور شما هستم تا امروز شما را از واقعات مختلفی که در تاریخ اتفاق افتاده با خبر و آگاه بسازم و موضوعاتی که هست روش صحبت های بیشتر داشته باشیم. امروز همچنان واقعه های تاریخ های 11، 12 و 13 ماه عقرب را داریم. اینکه چه واقعات است و چه خبرهای در تاریخ است ابتدا در بسته تصویری میبینیم و در ادامه با موضوعات دیگه با ما در استودیو همراه باشین. رویدادهای تاریخی 11 و 12 ماه عقرب. 11 ماه عقرب در گذشت آلفرد واگنر، دانشمند، زمینشناس و هواشناس آلمانی. آلفرد واگنر، دانشمند، زمینشناس و هواشناس آلمانی در نوامبر 1880 میلادی در شهر برلین متولد شد. شهرت اصلی این دانشمند بابت نظریه حرکت قاره ها می باشد که آن را در 1912 میلادی ارائه کرد. بر اساس این نظریه قاره های زمین دارای حرکت بطی می باشند. با این وجود واگنر قادر نشد روند این حرکت را اثبات نماید، چرا که این نظریه بیشتر بر اساس شواهد موجوده شکل گرفته بود. لذا این نظریه تا دهه 40 که اسناد معتبر بر اساس اکتشافات مختلف مبنی بر حرکت قاره ها به دست آمد پذیرفته نشد. بزرگترین انتقادی که به نظریه واگنر وارد شد ناتوانی او در توضیح چگونگی حرکت قاره ها بود، زیرا بستر اقیانوس ها محکم هست و چنین نیست که قاره ها به آسانی بتوانند بر روی آنها حرکت کنند. واگنر دو منبع انرژی برای جدا شدن قاره ها در نظر گرفت که یکی از آنها چرخش زمین و دیگر نیروی جذب و مد. در زمان حیاتش وی به علت خدماتش به هواشناسی و همچنین پیشرفت در زمینه تحقیقات خود مشهور بود. این دانشمند در 1930 میلادی درگذشت. 12 عقرب، شهادت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دومین خلیفه مسلمین. حضرت عمر بن خطاب ملقب به عمر فاروق در 644 از فرماندهان نظامی در سپاه صدر اسلام و خلیفه دوم از خلفای راشدین بود. در دوران حکومت عمر بن خطاب گستردگی سرزمین اسلام به شکل بی‌سابقه وسیع شد و بیشتر سرزمین‌های تحت حکومت ساسانیان و امپراتوری روم شرقی را در بر می‌گرفت. عمر فاروق از قدرتمندترین خلیفه‌ها در میان خلفای راشدین و یکی از بزرگترین فرمانروایان مسلمان در طول تاریخ است. عمر در سراسر گستره حکومت اسلامی قوانین و سیاست‌های خود را تحت کنترل داشت و اصول حکومتی را برای حاکمان ولایات و سرزمین‌های تسخیر شده تصدیق نمود. ساختار این اصول حکومتی و حقوقی در برخی از حکومت‌های پس از او همچنان پا بر جا بود. برگشتیم و دوباره خوش آمدین. این که چه موضوعات بود روی بسته تصویری دیدیم و انشاءالله که شما هم چیزهای بیشتر دانسته باشین و معلوماتتان افزوده شده باشه. در رابطه با موضوعی که ما میخواییم امروز صحبت بکنم شاید معلوماتتان کمتر باشه، اما بعد از این که تصاویرش مشاهده کردین و معلوماتی که ما به او اضافه میکنم دقیقاً که اطلاعاتتان بیشتر میشه. امروز همچنان 13 عقرب مطابقت داره، البته فردا اختراع ترانزیستور توسط دانشمندان آمریکایی کسانی بودند که ترانزیستور کشف کردند و یک اختراع مفید می باشه، در بخش‌های متفاوت استفاده میشه که ما به شما معلومات بیشتر در این زمینه خواد داشتم. در سال 1948 میلادی سه دانشمند آمریکایی به نام‌های باردین، والتر و ویلیام شاکلی کسانی بودند که اختراع ترانزیستور را به اطلاع جهان رساندند و این اختراع خودشان را ثبت کردند. 67 سال پیش ترانزیستور به عنوان اختراع رسمی ثبت شد. این قطعه الکترونیکی آغازگر انقلاب صنعتی بزرگ در دنیای الکترونیک و کامپیوتر بود.
ترانزستور همچنان از دو کلمه ترانس به معنی انتقال دادن و استور به معنای مقاومت تشکیل شده است که توسط دو سیم کوچک و یک پولک برش میگن و یا یک قطعه است که سیم ها را به او وصل میکنن ساخته شده است عناصر نیمه فلزی هادی که میتونه جریان خوبتر انتقال بده. همچنان ترانزستور یک وسیله تقویت کننده و نوسان ساز است که از ولتاژ بسیار قوی ساخته شده و به محض برقراریش میتونه که به خوبی کار بکنه. دوام و مقاومتش در مقابل ضربه زیاد است که میتونه بیشتر مقاومت داشته باشه و به همین منظور هم در رادیو تلویزیون و تلفن بیشتر از این وسیله استفاده میکنن. این اختراع جایزه نوبل فیزیک را در سال 1955 نصیب همی سه دانشمند کسایی که ایره ساخته بودند ساخت و اونا تانستند که هر سهشان به جایزه نوبل که یک جایزه بزرگ و معتبر در دنیا است به او دست پیدا بکنند. در ضمنش ترانزستور یکی از قطعات پرکاربرد می باشد و خوبیش چی است که هم مصرف کم داره و هم وزنش بسیار کم می باشد. به همین دلیل در بخش‌های متفاوت الکترونیکی، در بخش کامپیوتر، رادیو تلویزیون و تلفن همچنان از این قطع استفاده می کنند به منظور از اینکه انرژی کم را مصرف می کنند. و برای خاموش و روشن ساختن سویج و به عنوان تقویت کننده و تثبیت کننده همچنان از این وسیله استفاده میشه. قسم هم که گفتم هرچند ترانزستور قسم که در تصاویر همچنان میبینین یک وسیله ساده هست اما کاربرد خیلی وسیع و زیاد داره و در بخش‌های متفاوت الکترونیکی استفاده میشه و دانشمندانش هم باعث هم میشد که جایزه نوبل را به دست بیارن. اطلاعاتتان شاید در این زمینه کمتر بوده باشه ولی با دیدن تصاویری که ترانزستور چه شکلی داره و توسط چی ساخته شده حتما که معلومات شما هم بیشتر شد. امروز همچنان یکشنبه هست و ما یکی از مکانهای تاریخی را به شما معرفی میگیرم. این که قصر جهان نما در کجا موقعیت دارد و در کجای افغانستان هست و چه کسی را ساخته؟ آیا شما از این موضوع اطلاع دارین؟ شاید هم بعضتان اطلاع داشته باشین اما شاید تعداد زیاد هم هنوز اطلاعی کافی نداشته باشن، خبر نداشته باشن که قصر جهان نما در کجا هست، چه کسی ساختش و به چه خاطر چه منظور ساخته شده بود. به همین دلیل امروز همچنان من ایره انتخاب کردم که معلومات بیشتر راه کنم و شما هم با مکانهای تاریخی دیدنی و جذاب افغانستان بیشتر آشنایی پیدا بکنین. بله عزیزان، قصر جهان نما در ولایت سمنگان موقعیت داره و در جنوب غرب شهر خلم در دامنه های تپه کوه کنج در قسمت جنوبی باغ بزرگی به نام جهان آرا و یا هم جهان نما قرار گرفته که این قصر به نام قصر جهان نما فعلا مشهور می باشه و سازه های تاریخی ولایت سمنگان در قرن 19 هم بوده و فعلا همی ولسوالی خلمی که در اونجا قصر جهان نما موقعیت دارد تعلق گرفته به ولایت بلخ و یکی از ولسوالی های ولایت بلخ می باشه. ولسوالی خلم که در گذشته به نام تاشقرغان همچنان مسما بوده یکی از هزار شهر که در گذرگاه راه ابریشم و دروازه سنگی هندوکش موقعیت داشته. گفته میشه که قصرم همچنان در 12-10 هجری شمسی بنیانگذاری شده و ساخته شده که این قصر عالمگیر از سلسله مغول یکی از پادشاهانش بوده که بر دخترش بر بالای کوه هندکی ساخته و نام دخترش هم در تاریخ گفته میشه که زهره بیگم بوده و یا همچنان گوهر بیگم که دو نام داشته و مطمئنا دقیقا معلوم نیست که شاید هر دو نام بهش تعلق داشته یا یکی از این دو نام ها. و همچنان گفته میشه که قصر در طول تاریخ همچنان تغییر نام یافته که در زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان نام قصر به 40 ستون تغییر نام دادن که از قصر جهان نما و قصر 40 ستون. البته ما قصر 40 ستون را در شهر کابل همچنان داریم که من هفته های قبل به شما معلومات داده بودم ولی این قصرم بنابر هر دلیلی که بوده اینا خواستن که نامش 40 ستون بگذارن و به می خاطرم ولی مشهور که است به نام قصر جهان نما مشهور می باشه. از موضوعات یا سازه هایی که در این باغ وجود داره یک بخش های بزرگ می باشه که در ساخته شده گنبد داره، یک سالون زیرزمینی، حمام، حوض آب‌بازی از جمله مکان هایی است که داخل قصر می باشه و یک باغ بزرگ همچنان شاملش میشه. در 70 جریب زمین هم با یک نمای بسیار زیبا و ظرافت معماری ساخته شده.
و دیگه بعد از اینکه در سال 1883 باغ جهان‌نما با وزارت اطلاعات و فرهنگ تعلق میگیره، در او یک موزیم همچنان تأسیس میکنند که در اونجا 70 اثر تاریخی که از دوره های کوشانی بوده، یونان باختری بوده، همچنان در این قصر موجود هست و تا فعلا هم از او استفاده میشه. که سکه ها همچنان در این موزیم وجود داره که از دوره شاهان معاصر هست و فعلا هم در موزیمی که در داخل امی باغ وجود داره نگهداری میشه و میتونن که از او استفاده کنن، چون آثار تاریخی و باستانی نماد فرهنگ و مو قدامت هر کشور هست و همین دلیل هم بیشتر استفاده سعی به این میشه که خوبتر ازش نگهداری کنن و استفاده مفید صورت بگیره. قصر جهان‌نما هم مکان گردشگری و تاریخی ولایت بلخ محسوب میشه و جزء از میراث‌های فرهنگی افغانستان هست. بله عزیزان، قسمی که در هر هفته ما یکی از مکان‌های تاریخی و زیبای افغانستان را و چهارشنبه هم از جهان را به شما با معرفی می‌گیریم، امروز هم نوبت رسیده بود به قصر جهان‌نما که من هم معلومات نداشتم، اما زمانی که تحقیق کردم و خواستم که شما هم شریک شوین و از معلوماتی که نداشتین تا فعلا بتانین که معلوماتتان افزوده شوه و بیشتر شوه و تصاویرش هم ببینین که بدانین چگونه با شکل ساخته شده و از چی هنر و معماری و سبک دری استفاده شده. دوستان و عزیزان، اینم بود از معلومات و موضوعاتی که امروز در بسته تصویری و در کنارش ما و شما معلومات دادم در بخش همروز امروز. تا اینکه روز چهارشنبه ان شاء الله خدمت حضور شما خواهد بودم، شما را به خداوند یکتا و توانا امانت میکنم. گلبانگ همچنان ادامه دارد، پس از یک وقفه کوتاه با همکارم خالد جان و استودیوی گلبانگ همراه باشید.